به نظر شما صرف نظر از این که چه کسی نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا باشد سیاست ایالات متحده امریکا در دوره ریاست جمهوری بعدی در افغانستان چگونه خواهد بود؟ در حال حاضر تفاوت بسیار کمی در پالیسی جمهوری خواهان و دموکرات ها در مورد افغانستان وجود دارد. تمرکز عمده بر روی برسمیت نشناختن و تمرکز بر عصبانیت مشترک با بخش زیادی از جامعه بین المللی در مورد پالیسی طالبان در خصوص زنان و دختران است. اختلافات بین دو حزب وجود دارد در مورد این که در گذشته چه اتفاق افتاده و چه کسی مقصر ناکامی هاست و به ویژه در زمان ترک نیروهای امریکایی از افغانستان چه رخ داد که بسیار نابسامانی رخ داد. جمهوری خواهان از این وضعیت علیه حزب دموکرات استفاده می کنند اما با نظر به آینده به نظر نمی رسد که صرف نظر از این که چه کسی کاندید دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری باشد دیدگاه متفاوتی وجود داشته باشد و یقینا این موضوع جدای از مشکل خروج از افغانستان برای دموکرات ها دوباره یک مشکل در انتخابات پیشرو نخواهد بود دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور در یکی از سخنانش گفته بود که جای تاسف است که ایالات متحده امریکا میدان هوایی بگرام را در اختیار نداره و چین که رقیب امریکا است را در اختیار داره به نظر شما اگر نامزد جمهوری خواهان در انتخابات به پیروزی برسه آیا فکر میکنیم که ایالات متحده امریکا در قبال حضورش در افغانستان غور خواهد کرد با آیا این حضورش در افغانستان دوباره وجود خواهد داشت مسئله میدان هوایی بگرام یک موضوع دیگر از این اتهامات است که دموکرات ها با آن مواجه است یا موضوع میدان هوایی کابل یا با جا گذاشتن مقادیر سلاح در افغانستان هنگام ترک نیروهای آمریکایی این مسائل علیه دموکرات ها استفاده می شود اما طوری که پیشتر اشاره کردم با نگاه به آینده به نظر نمی رسد تغییر در این موضوع وجود داشته باشد من فکر می کنم جای تاسف است به خاطر که آنچه در حال رخ دادن است به خاطر است که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با آن توافق کرده بودند که هیچ دیپلمات در افغانستان به جا نگذارند و این همان واقعیت است که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم اما آنچه در حال رخ دادن است و بسیاری سایر کشورها عمدتا شامل ایران چین و روسیه همه به نوع طالبان را به رسمیت شناختند و در نتیجه آن آنچه واقع شده است این است که آن کشورها پیوسته در افغانستان حضور دارند و روابط را برقرار کردهاند و آنچه را در همین نزدیکی ها شاهد بودیم طالبان گفتگوهای استراتژیک با روسیه و چین داشتند خلاصه ای کلام این است که به خاطر که ایالات متحده و غرب تماسها و حضور در افغانستان را به طور عمومی حفظ نکردند در نتیجه سایر کشورهایی که ما در مورد آنها در سیاست خارجی من به عنوان نگرانی یاد می کنیم نفوذ خود را در افغانستان برقرار کرده بنابراین این کار پیامد پالیسی است که قابل درک است اما کارا نبوده است این کار در راستای تلاش ما در به این زواکشاندن طالبان موفق نبوده است یکی از انتقاداتی که در عملکرد اداره ریاست جمهوری بایدن هست انتقال ده میلیون دلار پول به افغانستان تحت حاکمیت طالبان به منظور رفع بحران بشری در این کشور هست انتقاداتی هم وجود داره که گویا این کمک ها به دست طالبان میرسه حالا به نظر شما صرف نظر از این که دموکرات یا جمهوری خواه اگر به ریاست جمهوری برسه آیا این کمک ها ادامه خواهد یافت یا قطع خواهد شد شما به موضوع بسیار جالبی اشاره کردید واکنش نخست من این است به خاطر جدیت موضوع بشری که برای هر دو حزب بسیار سخت خواهد بود آیا تغییرات در این پالیسی رو خواهد داد؟ طوری که شما میدانید ایالات متحده حمایت بسیار زیاد بیشتری از هر کشور دیگر از افغانستان برای حفظ خدمات غذایی و دارد که نزدیک به بیشتر از 60 درصد نفوس افغانستان به آن نیازمند است اما ما نمی دانیم که دارای رئیس جمهوری ترامپ در مشه به انزوا بیشتر در سیاست خارجی چگونه عمل خواهد کرد ما نمی دانیم که در چه حد جمهوری خواهان ممکن بگویند که خوب ما مقادر بسیار زیاد پول در افغانستان مصرف کردیم و ما نمی خواهیم به دست افراد نادرست برسد. توقف حمایت مالی از افغانستان بسیار احتمال دارد که من قبلا به آن اشاره نکردم. این موضوع است که اختلاف بسیار شدید بین دو حزب روی آن وجود دارد. من هنوز احساس می کنم این موضوع برای هر یک از احزابی که به جمهوری برسد به طور کامل کمک ها را قطع کند مشکل خواهد بود. با در نظر داشتین که نیروهای نظامی را از افغانستان به طور کامل خارج ساختیم درست نیست که رسوندن مواد غذایی به مردم که ناامید هستند متوقف گردد